سلام برادر خاره عزیز، که امروز هم میتونم به شما هم نگاه کنم، به دوربینم نگاه خواهم کرد که بقیه برادرها خواهرها که نتونستن اینجا شرکت کنن بتونن احساس ترس شدگی نکنن. ما با شما هم هستیم. تقریبا فکر میکنم 2 ماه پیش بود یا 1.5 ماه پیش بود که یه مقررات راهنمایی تو آلمان، این قانونایی که بودن در مورد برحال سرعت، در مورد جریمه، این خیلی احساس میکنم خیلی بلنده صدای من، درسته؟ بهم خیلی بلنده، نه؟ منم احساس میکنم خیلی بلنده. عالیه؟ گود. برحال قانونایی که بود الان عوض شده و معمولا من یک کسی هستم، خیلی مادرم میگفت خیلی جیمز باندی رانندگی میکنی و راستش بگم خیلی با قانون رانندگی نمیکردم. بعضی وقت که برحال تند میرفتم، بعضی وقت هم هست که جایی که اجازه نداشتم عبور کنم یا این خط رو چیز میکردم، عبور میکردم که اجازه نداشتم. و فقط همینطور فکر میکردم خب باشه، الان سرعت من 20 کیلومتر باشه، 25 کیلومتر باشه، اوکی، شاید دیگه 10 15 یا بعضی وقت 20 اورو جریمه میدم و اونقدر زیاد نبود. و فقط من دقت میکردم اون موقع اینطوری بود، کسی که از 30 کیلومتر زیادتر میره دیگه اون موقع جریمهش یکم سخت‌تر میشه و همینطور هم چیزش هم گواهینامه رو برداشته میشه. به این خاطر من سعی میکردم همینطور حد اکثر که میام اینطوری برم که 30 کیلومتر رو بیشتر چیز نکنم، عبور نکنم. و الان 2 ماه فکر میکنم، نه وحید؟ اول آپریل که شروع شد، زمانی که برادرم وحیدم برای من اینو فرستاد، بعد از 10 کیلومتر زیاد رفتن دیگه جریمهش میدونم 25-35 اوروز و 20 کیلومتر چیز کنی زیادتر یه پونکتی میگیری و همینطورم گواهینامه‌ت هم باید 1 ماه هم پس بدی. بعد از این 30 کیلومتر نمیدونم خیلی وحشتناک شد، یعنی واقعا یه ترسی افتاد دیگه. گفتم نه، الان دیگه از این به بعد نمیتونم اینطوری رانندگی کنم. اوکی، پولشو میتونم بگم، فقط گواهینامه رو برای 1 ماه بدم بدون ماشین، واقعا به شما میگم یه ترس افتاد در من که از امروز، از اون روز به بعد من تو ماشین ما، که ماشین کلیسامون یک دکمه هست که زمانی که اینجا میذاری میتونی سیف کنی که بیشتر از مثلا 50 یا 60 کیلومتر نتونیم بریم بالا. به این خاطر از اون روزی که هست من نشستم توی ماشین و هر دفعه که رانندگی میکنم اینو دکمه رو میدم که مبادا، بعضی وقت هست که توی دعا هستم، توی خیالات های جاهای دیگه هستم و یهو میبینم که یه راهی هست که با 30 کیلومتر باید برم، مثلا 50 کیلومتر میرم. خیلی از اون روز به بعد واقعا برادر خاره عزیز خیلی با دقت رانندگی میکنم، چون یک ترسی آمده مبادا من گواهینامه رو از دستم بدم و همینطور هم جریمه هم میشه. جریمه هم الان خیلی زیادتر شده، یعنی به جای 15 اورو یهو شده 50 اورو یا 70 اورو 80 اورو. چرا این چیزا رو میگم؟ زمانی که به این زمانی که ما توش هستیم و زندگی میکنیم و این تمام بلاها که توی دنیا اتفاق میفته و میبینیم که ما هم آگاه هستیم، توی کتاب مقدس در مورد این چیزهایی که اتفاق افتاده نوشته شده که چه بلاهایی که هست، چه داوریهایی که هست بر این دنیا خواهد آمد. و احساس میکردم همینطور خدا میخواد در این زمانی که ما هستیم دیگه واقعا فوکوسمان یکم نزدیکتر کنیم به اون هدف خدا دیگه. همینطور که من در این قسمتی مثلا من الان تقریبا میتونم میگم راه من در گشاد بود، الان خیلی عمیق‌تر کردم در زندگی خودم از طریق الان رانندگی. فقط الان هم در یک زمانی هم هستیم از طریق روحانی خیلی باید واقعا یه ترسی در ما به وجود آمد بیاد که در یک زمان خیلی مخصوصی هست که ما زندگی میکنیم، باید الان بیشتر دقت کنین.
2000 ساله که این دنیا در موردش صحبت کرده میشه که عیسی مسیح میاد، عیسی مسیح میاد، عیسی مسیح، و زلزله ها هم اتفاق افتادن، چیزهای طبیعتی هم اتفاق افتاد. فقط الان ما متوجه شدیم که یک زمانی هستیم، یک کار، یک چیز جهانی به وجود آمده، نه یک کشوری هست، نه یک شهری هست، نه بین دوتا کشورها جنگی هست، یک چیز جهانی اتفاق افتاده. بعضی وقت تو خیابونا که میرم الان میبینم همه همینجور صداشون بسته، من احساس میکنم خدا میگه ببین همه شما خاموش بشین، دهنتو ببندین دیگه و گوش کنین من چی میخوام به شما بگم. یعنی بعضی وقت واقعا احساس میکنم خدا میگه دهنتو شما ببندین، گوش کنین، گوش کنین به اون صدایی که خدا میخواد با این شیپورها، با این چیزها بنوازه. هفته گذاشتم در موردش صحبت کردم، گفتم و فرشته در مکاشفه باب 14 یا 6 تا 7 و میگه که فرشته دیگه رو دیدم که در وسط آسمون پرواز میکند و انجیل جاودانی را دارد تا ساکنان زمین را از هر امت و قبیله و زبان و قوم بشارت دهد و به آواز بلند میگوید از خداوند یا از خدا بترسید و او را تمجید نمایید، زیرا که زمان داوری او رسیده است. پس او را که آسمون و زمین و دریا و چشمه های آب را آفریده پرستش کنید. این یک آوازی هست که فرشته در آسمون، وسط آسمون ایستاده و اینو اعلام میکنیم. و ما میدونیم که خود کلیسا فقط یک ساختمونی نیست که ما اینجا جمع میشیم. کلیسا سفارت خدا در این دنیا است. ما سفیران خدا هستیم، درسته یا نه؟ زمانی که خدا میخواد صحبت کنه یه فرشته نمیفرسته الان فرشته میاد به شما میگه، به دنیا میگه، بلکه ما صدای خدا در این دنیا هستیم. باور میکنیم؟ زمانی که خدا میگه به فرشته، یه مثال میگم افسوس بگو، الان اینطوری نیست که خب به فرشته افسوس بگه، الان به فرشته چی بگه؟ این فرشته نیست، این خادمین یا رهبرای کلیسا هستن که خدا با ایشان صحبت میکنه. الان به وسیله روح القدس، به وسیله فرشته ها، الان یه چیزای پیامایی هست که خدا به کلیسا میده. و زمانی که اینجا میگه که این فرشته ای دیدیم که در وسط آسمونه و اینو اعلام میکنه، ما هستیم که به هر حال این صدا رو اول باید بشنویم و اول خودمون باید واقعا دقت کنیم آیا واقعا همینطور که نوشته از خداوند بترسید و او رو تمجید نمایید، آیا واقعا در این حال من شخصا زندگی میکنم؟ آیا کلیسا در ترس خداوند زندگی میکنه؟ آیا واقعا با زندگی خودمون رو خدا رو احترام میذاریم، بلند میکنیم؟ به این خاطر ما الان در یک زمانی هستیم که این 2000 سال گذشته، میخوام به دقت گوش کنید، که شاهد داوری های خدا خواهیم بود یا خواهیم شد. 2000 سال دنیا، کلیساها منتظر بودن. نمیخوام الان بگم که ماه آینده، سال آینده، فقط این اتفاقی که افتاده و چیزایی که خواهد افتاد نشانه اینه که ما شاهدان این هستیم، یعنی ما شاهد داوری خدا هستیم که اتفاقاتی خواهد افتاد. من شخصا باور میکنم که چیزای خیلی وحشتناک منتظر ماست. زمانی که مکاشفه رو نگاه میکنیم، و خیلی هستن که اصلا باور نمیکنن خدا داوری میکنه، چون خدا محبت دیگه، فقط قدوسیتش رو بگذاریم که محبت باید بیاد اینجا فقط صبح تا شب ما رو محبت کن، نه، خدا داوری خودش رو وقتی با دقت مکاشفه رو بخونین اینجا خواهید دید. در مورد 7 مهر صحبت میکنه، در مورد 7 کرنه صحبت میکنه، در مورد 7 پیاله غضب صحبت میکنه. دست شیطان است، دست خداست که خدا میخواد کارهای خودش رو مخصوصا در این زمان آخر انجام بده. 2000 سال پیشه و ما این تعلیم رو میدیم و طبق کلام خدا که
یه آسمونی دومی وجود داره که اونجا شیطانه که اونجا حکومت میکنه، آسمون سومه که خداست و ما هم این در این آسمون اول هستیم، و چطور شیطان در این آسمون دوم اونجا حکومت میکنه با تمام دیوها، نیروهای تاریکی، فرشته‌های خودش. 2000 سال پیش اینطوری بود. الان دقت کنید که کلام خدا میگه که در مکاشفه باب 12 آیه 7 تا 9، و در آسمون جنگی شد، در آسمون جنگی شد، میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگان جنگ کردند ولی غلبه نیافتند، بلکه جای ایشان دیگر را آسمون یافت نشد، جایی که شیطان جا حکومت میکرد در آسمون دوم یافت نشد، و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان نام داده و جمله جهان را گمراهی میکشاند، هم او و هم فرشتهانش به زمین افکنده شدند. الان میخوام دقت کنین عزیزان که یک زمانی بود که شیطان از بالا حکومت میکرد و یه جنگی اتفاق افتاد در آسمون و خواهد افتاد. من نمیخوام بگم الان افتاده، زمانش الان نمیگم، همین الان، هفته گذشته، دو هفته پیش یا یک ماه بعد، بلکه یک زمانی هستیم که یه جنگ هایی هست که در آسمون اتفاق میفته. ما که باور میکنیم که ضد مسیح خواهد آمد، درسته یا نه؟ ما اینو باور میکنیم، کتاب مقدس میگه. پس ضد مسیح که میخواد بیاد، پس همه چی باید آماده بشه. پس ضد مسیح زمانی میاد، زمانی که او افکنده میشه، میاد پایین با فرشته های خودش و همینطور با تمام دیوها. و دیگه اونجا هم نوشته شده خوش میگه که آسمون الان خوشحالی میکنه که این داور ما، داور بشر، افتاده شده در این دنیا و یه خشم بزرگی داره. در این زمان زندگی میکنیم. 100 سال پیش میتونستم بگین که یا زمانی که هیتلر آمد و برحال افرادی دیگه هم آمده بودن، افراد فکر میکردن که الان این ضد مسیح، روح ضد مسیح که آمده. فقط الان، اون موقع هنوز شیطان جایگاه خودش رو داشت. الان میبینیم که در یک زمانی هستیم که زمانی که شیطان بیاد، اینجا میگه که زمانی خواهد بود که از ابتدا، یعنی از شروع آفرینش تا امروز اینطوری نبود، یعنی زمان وحشتناکی خواهد آمد. به این خاطر زمانی که چیز رو، کتاب مکاشفه رو بیشتر با دقت بخونین، و کتاب مکاشفه کتابی هست که به هر حال طوری نوشته نشده که یه اتفاقی پشت یک اتفاق میفته، بلکه یه چیزایی هست، همون پیاله غضب و همینطور همین کرنا و مهرها، همه چی با هم چیز شدن، چی میگن، وصل شدن. به این خاطر زمانی که ما میخونیم، چند بار بخونین، واقعا متوجه میشین که چه اتفاقاتی هست که اونجا میفته، چقدر با همدیگه ربط دارن. و یه چیزی نیست که داستانی باشه که بگیم آها اتفاقاتی خواهد افتاد، بلکه ما در یک زمانی هستیم که این اتفاقات در این زمان خواهد افتاد. و به این خاطر میگم من باور میکنم ما شاهد این کارهای شیطان خواهیم شد. و کتاب مقدس هم در مورد اژدهای بزرگ آتشگون صحبت میکنه و وحش صحبت میکنه. 7 سر، 10 تا شاخ، 10 تا افسر، یعنی تاجی که در سرش هم هست، یا این مادر فوش ها. و همینطور در مورد بابل صحبت میکنه، بابل بزرگ و که سردرگمیه و گیجی است، که کار شیطانه که اینو بابیل خودش رو درست کنه. و همینطور هم در مورد نشانه های وحش صحبت میکنه که ما میدونیم که 666 که این الان در یک زمانی هستیم که شیطان یا روح ضد مسیح این کارا رو الان انجام میده. خیلی چیزهایی هستن سمبولیکه که در مورد شاخ، در مورد چیزهایی هست، شاخ که صحبت میکنه ربطی به پادشاه ها هست. پس ما
باید باور کنیم که خدا الان در حال داوری کردن دنیاست. و جالبش اینه که الان در قسمت‌هایی که خدا شروع می‌کنه داوری کردن، می‌بینیم که خدا داوری نمی‌کنه که دنیا رو از بین ببره، افراد رو از بین ببره. بلکه داوری خدا اینه که انسان رو هدایت کنه که نجات پیدا کنن، ایمان بیارن و همینطور توی غضب آخر، توی داوری آخر نیفتن. با این دید باید نگاه کنیم. خدای ما خدای وحشتناکی نیست، می‌خواد خراب کنه. و کتاب مکاشفه رو میبینیم که زمانی که خدا شروع میکنه داوری های خودش رو آوردن، بعد از این قسمت هایی که میخونم و میگه که زمانی که این بلاهایی که روی دنیا آمد، میگه که بعد از این افراد شروع کردن کفر گفتن و حاضر نبودن از کارهای خود توبه کنن، از کارهای بد خود توبه کنن و خدا را تمجید نمایند. بعد از این میبینیم که دوباره خدا داوری های خودشو میاره، دوباره یه چیزایی سختتر میکنه. دوباره اینجا نوشته و خیشتن کفر میگفتند و از کارهای خود توبه نمیکردند. و کار خدا، هدف خدا اینه با این داوری هایی که میاره دنیا رو نجات بده، افراد رو نجات بده و از این گمراهی که در بابیل هست، بابیل یه سیستم شیطانه که اینجا درست میکنه، بیاد آزاد کنه، نجات بده. به این خاطر در مورد داوری خدا که صحبت میکنیم، میبینیم که صداهایی هست، فرشته هایی هست و این پیرانی هستن که اینجا اعلام میکنن و میگن تو عادلی و تو که هستی و بودی ای قدوس، زیرا که چنین حکم میکنی یا حکم کردی، چون که خون مقدسین و انبیا رو ریختند، تو در داوری های خیش عادل هستی. و شنیدیم از یک قربانگاهی که صدای آمد، آری ای خداوند خدای قادر متعال، چقدر راست و عادلانه است داوری های تو، جزاهایش حق و عدل است. پس زمانی که ما میبینیم که این اتفاقاتی میفته و اتفاقاتی خواهد افتاد، خدا با احساس رفتار نمی کنه، با خشم خودش انجام کارهای خودش انجام میده. هدف خدا اینه که این دنیا رو به سمت خودش هدایت کنه که آخر توی داوری آخر توی جهنم نیفتن، توی این دریاچه آتش نیفتن که اونجا این جهنم واقعیه، که جایی هست که خدا برای شیطان و ابلیس آماده کرده. پس ما باید با این دید نگاه کنیم. هدف خدا، این داوری های خدا اینه که دنیا رو بتونه نجات بده از این شیطان، از این روح ابلیس. و من مطمئن هستم که طوری خواهد بود که فکر نکنیم که همه ما ایماندار همه چی آگاه خواهیم بود، طوری با هیله‌گری همه کارا رو انجام میده که خود ایماندارا درست متوجه نشن، کسانی که بیدار نیستن. الان سوال من اینه که الان ما مسیحا چی هستیم؟ مسیحا ما الان اونجا هستیم که بشینیم مثل تماشاچی بشینیم اونجا، بگیم که الان خدا داوری های خودش رو در این دنیا میاره، الان بشینیم اونجا نگاه کنیم ببینیم چطور دنیا داوری میشه. آیا واقعا این چیز چی میگن وظیفه ماست یا مسئولیت ماست؟ در عهد عتیق این خدایی که عوض نشده، روش های عهد عتیق رو که میبینیم که خدا چطور با قوم خودش رفتار میکرد و میبینیم که زمانی که قوم خودش بت پرستی میکردن، از راه بیرون میآوردن، میآمدن و بت‌هایی برای خودش می‌سازند و خدا رو ترک می‌کردند، خدا چه کاری می‌کرد؟ دشمنان رو می‌آورد و این قدرت رو، اقتدار رو به این دشمنان می‌داد و می‌آمدند و همینطور هم چیز کشور و قوم خودش اسرائیل توی چیز می‌افتاد، توی اسارت می‌افتاد. بعد از این داد می‌کشیدند و خدا بعد از این یک کسی رو بیدار می‌کرد، بلند می‌کرد و همینطور شروع می‌کرد به توبه کردن، بازگشت کردن. بعد از این اون موقع خدا اول چی میکرد؟ اول قوم خودش رو بنا میکرد، بعد از این دشمن رو چیز میکرد، داوری میکرد. پس اول میبینیم که خدا با قوم خودش رفتار میکنه، خدا اول با قوم خودش دقت میکنه که او رو طوری هدایت کنه که درست بایستن، بعد
خدا میگه که زو الان من قوم ها امت هایی که یا دشمن تو که آمده و فکر میکنه قدرت خودشه، من اون موقع او رو دیگه داوری خواهم کرد. همینطور هم در عهد جدید هم میبینیم که خدا هم اینطوری هم رفتار میکنه، مخصوصا در این زمانی که ما هستیم که داوری های خدا رو میبینیم. اینجا میبینیم که در عهد جدید هم خدا در مورد داوری خودش در مورد ما اینطوری صحبت میکنه. در اول پتروس باب 4 آیه 17 اینجا میگه که این روش های خداست عزیزان، روش خداست، ما باید با روش خدا آشنا بشیم. و میگه که زیرا زمان آن رسیده که داوری از خانه خدا آغاز شود. اگه خدا میخواد این دنیا رو داوری کنه، اول پس میگه که من باید قوم خودم رو، خانه خودم رو داوری کنم. داوری منظور نیست که ما رو از بین ببره، دوباره میگم، ما رو در راه راست هدایت کنه، فوکوسمون درست کنه. همینطور که زمانی که این چیزی که خودم تجربه کردم، این مقررات راهنمایی رو که متوجه شدم، دیدم که نباید زندگی من، رفتار من، رانندگی ما باید عوض بشه. الان همین در این یک زمانی که هستیم، خدا میخواد واقعا بگه که اوکی، یه زمانی هست که رفتی آمدی و کارهای خودت رو کردی، از این در گشاد رفتی، در اونجا زندگی میکردی، الان من با این داوری ها عزیزان، من این در رو یواش یواش تنگتر میکنم. گوش میکنین عزیزان؟ نسلین در موردش موعظه کرده بود، تقریبا یک ماهی دو ماه پیش بود، از در تنگ وارد بشی. ما الان کلیسا الان هنوز در راه گشاد، ما میریم میایم، هر کاری دوست داریم، خدا ما رو دوست داره، همه چی اوکیه، یک روز میرم در ملکوت خدا. خدا میگه که نه، ای من داوری خودم رو از خونه خودم شروع میکنم. فکر نکن الان که زندگی که میکنی اصلا من نمیبینم، احساس میکنی که همه چی درسته، نه، الان یه قانونهایی میگرم، یه کارهایی میکنم که باید تصمیم گیری کنه، یا با من یا در دنیا، یا خودت رو میسپاری به من و از این در چنگ وارد میشی، یا در گشاد که سازش با دنیاست. خدا در حال جدا کردنه و میگه که به این خاطر میگه که داوری خدا از خانه خدا آغاز شود، و اگر آغاز آن از ماست، پس سرانجام آنانی که انجیل خدا را اطاعت نمی کنن چی خواهد بود؟ ما که الان ایمان داریم، که الان خدا با من اینطوری داوری می کنه، الان کسانی که ایمان دارن چی خواهند شد؟ الان دنیا رو که نگاه می کنیم، پس کسانی که به خاص خدا رنج و زحمت میکشند، باید که جانهای خیش را به خالق امین بسپارند و به نیکوکاری ادامه دهند. و من شخصا مطمئن هستم عزیزان، الان شبان بودم شبان نبودم مهم نیست، من مثل شما هستم، فقط خدمت من شبانیه. این کلام برای شبانا ننوشته، برای عزا ننوشته، این برای همه ما نوشته شده. زمانی که خدا با این چیزی که الان تعریف کردم در مورد این مقررات راهنمایی با من صحبت کرد، گفته اینطوریه. و ما هم قبل از قیام مسیح روزه گرفتیم، دعا کردیم، گفتیم خداوند بیا قلب منو طاهر کن، بیا به من نشون بده، عیب‌های منو نشون بده، و اینو ادامه دادیم. فقط یک زمانی نبود، قبل از قیام مسیح یک هفته بگذاریم، بعد از این بگیم دوباره برمیگردیم، نه، از اون موقع دیگه روز به روز باید در این حال، در این روش زندگی میکنیم، زندگی بکنیم. و هیچ موقع فکر نکن که نه، من درست ایستادم و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و من آگاه هستم از همه چی. اگه بریم توی کتاب دانیل، توی
کتاب دانیل هم همینطور خیلی چیزای نبوت شده که مربوط به مکاشفه است. خیلی چیزایی که میبینیم که اونجا نوشته شده، همینطور هم در مورد دجال، همینطور در مورد وحش، اونجا هم تو مکاشفه هم نوشته شده. این نبوت هایی هست که دانیل گرفته. فقط خداوند به دانیل گفته این تمام چیز رو مخفی کن، یک رازی هست که یک زمان نشون داده خواهد شد. و الان میبینیم خیلی چیزایی الان برای ما باز شده، چیزایی که به دانیل اینطوری نمیدونست. و اونجا در باب 11 آیه 32 میگه، امیدوار هستم بتونم درست بخونم، اگر نه نسیم میتونه به ما کمک کنه. و آنانی را که به ضد عهد شرارت میوزند با مکره ها گمراه خواهند کرد. با مکره گمراه خواهند کرد. پس این میکروفون رو میتونید به نسیم بدین که اشتباه نکنم. در دانیل، کتاب دانیل باب 11 از آیه 32 تا 35. و آنانی را که به ضد عهد شرارت می‌ورزند با مکرها گمراه خواهد کرد. اما آنانی که خدای خیش را می‌شناسند قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد و حکیمان قوم بسیاری را تعلیم خواهند داد. لیکن ایامی چند به شمشیر و آتش و اسیری و تاراج خواهند افتاد و چون بیفتند نصرت کمی خواهند یافت و بسیاری با فریب به ایشان ملحق خواهند شد و بعضی از حکیمان به جهت امتحان ایشان لغزش خواهند خورد که تا وقت آخر طاهر و سفید بشوند، زیرا که زمان مقرر معین هنوز نیست. آمین. سو اینجا در موردش صحبت میکنه، میگه کسانی که ضد عهد شرارت میوزند، یعنی افرادی هستن که با خدا عهدی بستن و عهد رو نگه نداشتن. درسته؟ ما هم با خداوند با عیسی مسیح عهد بستیم یا نه؟ یا؟ عهد بستین؟ زمانی که تعمید گرفتین عهد با خداوند بستین. زمانی که این عهد رو بستین، زمانی که این عهد رو درست نگه نداریم، عزیزان خواهش میکنم دقت گوش کنین، عهد رو نگه نداریم دیگه نمیتونین درست روحانی تشخیص بدین در این دنیا چه اتفاقاتی میفته. خیلی راحت میتونین گمراه بشین. و اینجا هم در موردش هم میگه که گمراه خواهند کرد. اما آنانی که خدای خیش را میشناسند قوی شده کارهای عظیم خواهند کرد. کسانی که خدای خود را میشناسند، کسانی که در این راه از این ریل مسیح میرن، کسانی که خودشون تفتیش کردن، خودشون روی خودشون کار کردن، ملاقات با خدا داشتن و در این راه زندگیشون با خدا آشنا شدن، کسانی که بیشتر در از تجربه ها عبور کردن که باش به شناخت خدا برسن، اونا هستن که میتونستن بایستن و حکیمان قوم بسیاری را تعلیم میدهند. لیکن ایامی چند به شمشیر آن و آتش و اسیران و تاراج خواهند افتاد. یعنی منم مطمئن هستم در یک زمانی هم هستیم، اتفاقاتی خواهد افتاد که الان تو ایران میفته، فقط در اینجا در آلمان در کشور دموکراتی هنوز همه چی ما آزاد هستیم، و زمانی خواهد افتاد به خاطر مسیح، به خاطر اینکه راهی که میریم یا به خاطر اینکه با خدا آشنایی داریم تو شکنجه میفتیم، حتی هم شهید خواهیم شد. من خودم رو آماده میکنم یک روزی که شاید من خوانده شدم، نمیدونم چرا، نمیدونم هست یا نیست یا میشه یا نه، فقط خودم رو آماده میکنم، میگم در یک روزهایی ما زندگی میکنیم و اونقدر تند خواهد آمد. هفته گذاشتم گفتم این درد ذهن، این فاصلهاش کمتر خواهد شد. سه هفته پیش که صحبت کردم که در مورد این آماده کردن باکره نادان، که خدا میخواد این باکره نادان رو بیدار کنه که واقعا توی این چیز نیفتن، توی این زمان ها نیفتن، و ما باید با این فکر یواش یواش آشنا بشیم که میتونه بیاد، فشارها زیاد خواهند شد،
و خدا شروع میکنه کلیسای خودش هم داوری کنه. من باور میکنم و توی کلیسامونم بعضی چیزهای میبینم که خدا در زندگی تک تکش ما چه کارهایی میکنه. کسانی که میان توبه میکنن، بازگشت میکنن، خداوند به من نشون داد در این قسمت ها واقعا اصلا اشتباه فکر میکردن، نمیدونم روش من درست نبود. زمانی که خدا رو جستجو میکنی و یهو میبینی که چقدر خراب هستی، چقدر فکر تو، انگیزه تو خرابه، چقدر تصمیمای خودخواهانه گرفتی، چقدر دنبال جلال خودت شدی، این تمام نکته هایی هست که زمانی که توبه میکنی و بازگشت میکنی و میای اعتراف میکنی، نشانه اینه که تو در این راه درست قدم برداشتی، چون متوجه شدی خدا تو رو داوری نکرده، بلکه طوری نور خودش رو در تو روشن کرده و تو هم خواستی. اون موقع متوجه شدی. زمانی که با خودت آشنا میشی چی میگی؟ من میگفتم خداوند فقط آشغال هستم، فقط به درد هیچ چیزی نمیخورم، خداوند اصلا من لیاقتش رو ندارم شبان بشم. یعنی واقعا در اون زمانها بود که گفتم که واقعا هیچ چیز هست، من لیاقتش هیچ چیزی ندارم. یه قسمت داوری منظور اینه که فشاری است که خداوند میاره و این فشارم من اجازه میدم او این فشار روی من بیاد، چون میخوام او رو جستجو کنم، چون میخوام به من نشون بده این گرگی که شاید یا این هر اسمی میخوای بذاری در من کیه که همه چی رو خراب میکنه، شاید خودش رو خراب میکنه. یکم گنده تر گردنم ایشالا، گرگ نیستم اینطوری، فقط زمانی که به خودم آشنا میشم واقعا میبینم که یک کسی هست در من زندگی میکنه وحشتناکه. انسانیت کهنه است و بدیش اینه که من نمیتونم فرار کنم از او. از شما میتونم فرار کنم، از خودم نمیتونم فرار کنم. و اینجاست که مشخص میشه و اونجاست که با فیض خدا آشنا میشیم. پس ما باید هم در این زمانی هم که زندگی میکنیم عزیزان، خودمون رو آماده کنیم که خدا بیاد با نور خودش ما رو به توبه و بازگشت هدایت کنه، ما رو خالص کنه، ما رو آزاد کنه از خودمون، که در زمان آخر واقعا همینطور نوشته حکیمان قوم بسیاری رو تعلیم خواهد کرد، که شروع میکنیم واقعا در قدوسیت، در پاکی بتونیم شروع کنیم به خدمت کردن. حتی هم توی فشار بیافتیم، حتی توی داوری های دنیا، که منظوری نیست که داوری ها روی ما بیاد، یا فقط توی این داوری ها برحال ما هم همینطور در قسمت های درد میکشیم، فقط ما اینجا شکایت نمیکنیم. همینطور در دانیل باب 12 است، اینجا بسیاری در امتحان طاهر و سفید و مصفا خواهند گردید و شریران شرارت خواهند وزید و هیچ کدوم از شریران نخواهند فهمید، لیکن حکیمان خواهند فهمید. درست خوندم؟ یا بسیاری عزیزان، امیدوار هستم کلیسای ما بسیاری در امتحان طاهر و سفید مصفا خواهیم گردید. شریران، افرادی که دنبال حقیقت نیستن، دنبال عیسی مسیح نیستن، میگن که اونها همینطور کارهای خودشون خواهند کرد فقط، و چیزایی که در این دنیا میفته، اتفاق میفته، نخواهند فهمید، فقط حکیمان میفهمن. یادتون از هفته گذشتم در مورد این قسمتی که میبینم که در دانیال اینو نوشته، یا دانیال باب 12:10، و میبینیم که هفته گذشتم در موردش هم صحبت میکنه، آخرین کتاب مقدس، کتاب مکاشفه باب 22 آیه 11 میگه که هر که ظالم است باز ظلم کند و هر که خبیث است باز خبیث بنماید. چه باز؟ خباست بنماید یا نماید. و هر که عادل است باز عدالت کند و هر که مقدس است باز مقدس باشد. برای من اینطوریه که خدا صحبت میکنه، خدا داوری میکنه، خدا همه کارا رو میکنه، میگه اگه تو همین میخوای دوباره ادامه بدی، حکم کردن، داوری کردن، غیبت کردن، باشه انجام بده.
اگه میخوای دائما یک چی میگن یک چی ذره‌بین رو ورداری همه رو محکوم کنی باشه بکن، یک روز داوری خواهی شد. اگه میخوای پشت برادر خواهر از صحبت کنی، اگه دائما فقط منفی بدبین هستی، ادامه بده باشه. یعنی اینه، اینطوری نوشته شده. کار شرارانه میخوای انجام، شریرانه میخوای انجام انجام بده. این چیه؟ مشکلش چی الان؟ اینم امروز هم گود، امیدوار هستم بهتر بشه. منظور اینه که خدا میگه که من داوری خواهم کرد، کلیسای خودم رو داوری خواهم کرد. اگه میخوای اینو ادامه بدید باشه، ادامه بده. اگه در حال قدوسیت هستی ادامه بده. اگه در این حالی هستی که واقعا عادلانه زندگی کن، ادامه بده. من با تو هستم. نه اوکی، الان امیدوار هستم بهتر بشه. اگه نه شیطان یه میوره. واقعا میتونم بگم عزیزان، من 2 روز درد میکشم برای این پیامی که امروز میخواستم بیارم. درد میکشم، تمام شب نتونستم بخواب، فقط خواب، فقط همه چی میچرخید. امروز هم نسرین گفتم من با درد حامله میشم، اینطوری بگم، با کلام حامله، یعنی میدونی چیه، با درد موعظه رو آماده میکنم. چون واقعا یه پیامی هست برای این زمان آخر که واقعا باید دقت کنیم عزیزان. زبان من خیلی ضعیفه، فقط کسانی که گوش دارن میشنون. شاید کلمه رو نتونم درست تلفظ کنم، شاید نتونم درست چیز کنم، فقط کسی که گوش داره میشنون میره تو خونه شروع میکنه به خوندن، با اونجا خدا به تو این مکاشفه رو خواهد داد. ملاکی باب 3:1-2 دوباره اینو میخوام بخونم، دوباره یادآوری کنیم که همون کتاب آخر، کتاب عهد عتیقه که خدا آمدن عیسی مسیح آماده میکنه و اینجا میگه که هان او میآید، قول یهوه سبایوت این است، اما کیست که روز آمدن او رو متحمل نتواند شد و کیست که در حین ظهور وی تواند ایستاد؟ زیرا که او مثل آتش پالایشگر و مانند صابون تصفیه کننده خواهد بود، مانند کسی که نقره را صاف می کند، کاهنان را مانند طاهر و نقره پاک می سازد. چی؟ کاهنان را مانند طلا و نقره پاک می سازد تا آنها با دل صاف هدیه های خود را به خداوند تقدیم کند. این زمانی هست که ما زندگی می کنیم. من مطمئن هستم الان روح القدسه که الان شروع می کنه ما رو عنوان کاهنان، عنوان لاویان، عنوان برادر خواهرها، شروع می کنه ما رو آماده کردن با این آتش روح القدس خودش ما رو طاهر کنه، مثل طلا و مثل نقره پاک سازه، که واقعا بتونیم در این زمان آخر بیستیم و بتونیم اونجا کاری و مأموریتی که خداوند به ما بخشیده بتونیم اونجا انجام بدیم. این کلام همینطور برای ماست که نوشته شده، ای از خداوند بترسید و او رو تمجید نمایید، زیرا که زمان داوری او رسیده است. عزیزان، این اول مال خودمونه، اول مال خودمه، من اینو باید بردارم. چطور میتونم زندگی کنم که در ترس خدا زندگی کنم و با زندگی خودم او رو احترام بذارم؟ مهم این نیست که دیگران چی فکر میکنن، مهم اینه که من چطور در حضور خداوند ایستادم و تو در حضور خداوند ایستادی. رشد روحانی ما بستگی داره به که چگونه خدا رو احترام میذاریم و چقدر در ترس خداوند زندگی میکنیم. ترس خدا رو نداشته باشی با گناه بازی خواهی کرد. ترس خدا رو نداشته باشی دوباره قضاوت میکنی، دوباره داوری میکنی، دوباره شروع میکنی به محکوم کردن.
ترس خدا رو نداری، هیچ موقع خدا رو نمیتونی احترام بذاری. اگه دنبال جلال خودت هستی، اگه میخوای خودت رو بزرگ کنی و هیچ موقع اون موقع خدا رو احترام نخواهی گذاشت. خود عیسی مسیح میگه که چطور میتونین ایمان بیارین، چطور میتونین رشد کنین اگر همدیگر رو، احترام همدیگر، جلال همدیگر رو میطلبین. فقط جلالی که مال خدای واحد هست نمیطلبین، یعنی دنبالش نیستی. چطور میتونین رشد کنین اگر شما دنبال جلال خودتون هستین؟ اگه دنبال این هستین خودت رو جلال بدی یا دیگران رو احترام بذاری. دیگران احترام گذاشتن چیز مهمیه، فقط اول باید زندگی ما طوری باشه که خدا رو احترام بذاری با زندگی خودمون. به این خاطر زمانی هست که باید خودمون رو تفتیش کنیم و در اول پتروس باب 5 آیه 6 تا 9 میگه پس زیر دست زوراور خدا فروتنی نماییم تا تو را یا ما را در وقت معین سرافراز نماید و تمام اندیشه‌های خود را به وی واگذارید، زیرا که او برای شما فکر میکند. اینم نشانه اینه که واقعا خدا میدونه، خدا تو رو به تو کمک خواهد کرد، درد تو رو، بار تو رو میدونه. فقط خودتو فروتن کنی که خدا تو رو بلند کنه. هوشیار و بیدار باشید، زیرا که دشمن شما ابلیس مانند شیر قران گردش میکند و کسی را میطلبد تا ببلد. پس به ایمان سوار شده با او مقاومت کنید، چون آگاه هستید که همین زحمت بر برادرایتون در ایران، در افغانستان، در هر جایی هست. در دنیا هستن. از این دنیا قد کردی منو. اصلا مرسی. مرسی آدشان. سو هوشیار و بیدار باشید. این پیامی هست که همینطور که امروز هم خدا صحبت میکنه، زیرا که دشمن شما ابلیس روی ضد مسیح، دجال و هر اسمی میخواییم بذارین در این دنیاست و شروع میکنه شما رو گمراه کنه و از این راه بیرون بیاره. به این خاطر یک زمانی هست که عزیزان همه تک تک ما باید الان، افرادی که اینجا هستن، افرادی تو خونه های خودشون هستن، واقعا باید شروع کنیم خدا رو جستجو کردن و این ضریبین رو ورداریم. همینطور که عیسی مسیح گفته که به خودمون نگاه کنیم، چوبی که جلوی چشم ماست اینو الان ورداریم و شروع کنیم، اجازه بدیم که روح خدا بیاد، نور خدا بیاد با ما صحبت کنه، با من، با تو صحبت کنه. خداوند بیا، چیزایی که گره هایی که در من از وابستگی دارم و در من است و هر چیزایی که منو در این دنیا وصل کرده و هر چقدر من با این دنیا سازه، یعنی کجا هست که من به دنیا، سیستم دنیا سازش میکنم، بیا به من نشون بده. الان تو هستی و خداست. عزیزان با تمام دل میتونم بگم این زمان قرنطینه فقط و فقط برای ما گذشت، نه فقط برای ما، برای دنیاست، فقط برای ما گذشته شده که ما الان وقت برای خدا بذاریم. فقط تو هستی و خدا، نه پاستور تو اونجاست، نه شبان تو هست اینجا، هیچ کسی نیست، تو هستی و خدای خودت. با او ملاقات داشته باش و اجازه بده او به تو نشون بده. و این دو ماهی که ما جدا شده بودیم، تنها بودیم، اونجا مشخص میتونست بشه که آیا واقعا ایمانت کجاست، چقدر وقت برای خدا گذاشتی، چقدر اجازه دادی فقط او در زندگی تو دخالت کنه. دوباره میگم اگه ترس خدا در تو نباشه دنبالش نخواهی رفت. پس باید رابطه‌مون با برادر خواهر درست کنیم، رابطه‌مون با خدا درست کنیم، از خودمون شروع کنیم و اجازه بدیم خدا ما رو آماده کنه که وارد این در تنگ بشیم که توی داوری نیفتیم. بی خود عیسی مسیح در مکاشفه هم نگفته که ای قوم من
بیایین بیرون از بابیل. پس زمانی که خداوند میگه بیایین بیرون از بابیل، پس افرادی هستن توی بابیل هستن، درسته یا نه؟ بیایین بیرون از بابیل، مبادا بلاهای این دنیا یا تو شریک بلاهای این دنیا بشی. گوش میکنین عزیزان، این به تو خداوند میگه، به من میگه. بیاییم بیرون از سیستم این دنیا، بیاییم بیرون از این رابطه هایی که در این دنیا هستی، از این سیستم این دنیا. شریک این دنیا نباشین، بلکه شریک مسیح باشین. مبادا بلاهایی که برای این دنیا فرستادم چون شریک شدی این بلا به تو بخورن. و مطمئن باشین که بلاها عمیق‌تر خواهند شد. آخرین آیه رو دوباره میخونم که هفته گذشته خوندم. هر که ظالم است باز ظلم کند، هر که چی بود؟ خبیث است باز خباثت نماید، هر که عادل است باز عدالت کند، و هر که مقدس است باز مقدس بشود. و اینکه به زودی میایم و پاداش من با من است تا هر کسی را به حسب اعمالش جزا دهم. من الف و یا و ابتدا و انتها و اول و آخر هستم. خوش به حالی آنانی که رخت های خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر درآیند. خوش به حال آنانی که رخت های خود را میشویند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر آیند. زیرا که سگان، جادوگران، زانیان و قاتلان و بت‌پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می باشند. من هستم فرشته خود، من عیسی فرشته خود را فرستادم. عزیزان این آیه رو هفته گذشته نخوندم، امروز احساس کردم اینم باید بخونم. من عیسی فرشته خود را فرستادم تا شما را در کلیساها بدین امور شهادت دهم. من ریشه و نسل داوود و ستاره درخشان صبح هستم. آمین. آمین. با هم چشمانو ببندیم. نمیدونم الان چقدر این کلام تو رو بیدار کرده که خدا داوری‌های خودش از خانه خودش رو میکنه. تا خدا دنیا رو داوری کنه، اول باید ما رو داوری کنه که ما تو داوری او نیافتیم. فکر نکنیم عزیزان که من مسیح هستم با من هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. روح خدا در منه دیگه، همه چی آینده من اوکیه. خدا من امروزم به تو هم میگه، به منم میگه که از خدا بترسید، او رو تمجید نمایید. امروزم خدا میگه اگه میخوای وارد این شهر من بشی، آیا میخوای اگه به تو بگم خوش به حال تو، پس باید اجازه بدی نور من، روح من در زندگی تو دخالت کنه.
من خدایی نیستم که داوری رو دوست دارم. فقط اگه داوری تمام تنها راهی هست که میتونم تو رو نجات بدم، راهنمایی کنم، پس این داوری رو خواهم آورد. ای قوم من، بدون این که زمان به پایان رسیده و من میخوام کلیسای خودم رو، عروس خودم رو بلند کنم و بیدار کنم، به فکر خودت با دید خودت تکیه نکن، فکر نکن که من میدونم، من عاقل هستم، بلکه بیا و منو جستجو کن و من هستم که تو رو در تمام راستی هدایت خواهم کرد و من هستم که تو رو بلند خواهم کرد. و همینطور که شنیدین و در پتروس نوشته شده، زیر دست زورآور خدا فروتن نماید که تا او تو رو بلند کنه، سر افراز نماید. هوشیار و بیدار باش که تو دام شیطان نیفتی. در اطاعت و در ترس من زندگی کن و با زندگیت منو احترام بذار. هیچ بلاها، هیچ خطا روی زندگی تو و خانوادت نخواهد آمد. من دعا میکنم خداوند این کلام تو رو خودت تایید کنی و خودت خداوند مهر بکنی و تو خودت خداوند با تک تک ما هم صحبت کنی، هدایت کنی که این هفته ها هفته هایی باشن که خداوند بتونیم خودمون رو آماده کنیم در این زمان آخر. این دعای من، دعای من خداوند برای خودم و برای این کلیسای آلفا اومگا. و ممنون هستیم خداوند که با ما صحبت میکنی. خداوند تشکر میکنیم از فیض و میتونم که امروزم خوندیم از وفاداری تو، که وفاداری تو باعث بشه که خداوند که ما در بتونیم در نور تو در راستی زندگی کنیم. این دعا رو میکنم در نام تو عیسی مسیح. آمین و آمین.